مقاومت ملی با نشر گزارش سالانه اش میگوید که در یک سال گذشته 715 جنگجوی طالب از سوی آنان و در مقابل 121 تن از نیروهای این جبهه توسط طالبان کشته شدند. هشت صبح هرات. منابع در ولایت هرات تایید می کند که مولای مجیب الرحمن انصاری در انفجار امروز کشته شده است. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، وقتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا می نماییم تا پایان این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را نیز سابسکرایب نمایید. تو صبح کابل جبهه مقاومت ملی با نشر گزارش سالانه‌اش میگوید که در یک سال گذشته 715 جنگجوی طالب از سوی آنان و در مقابل 121 تن از نیروهای این جبهه توسط طالبان کشته شدند. جبهه مقاومت ملی روز شنبه 12 دسامبر با نشر این گزارش مدعی شده است که در یک سال گذشته پیش از 715 جنگجوی طالب توسط افراد جبهه مقاومت ملی کشته و صدها طالب دیگر زخمی شدند. این جبهه افزوده است که شمار نیروهای این جبهه به 3000 تن میرسد و این نیروها در 5 ولایت شامل پنجشیر، بغلان، تخار و بدخشان و کاپیسا حضور دارند. جبهه مقاومت ملی در گزارش سالانه خود طالبان را متهم به برخورد غیر انسانی با اسیران جنگی کرده است. این جبهه در ادامه افزوده است که طالبان ده ها غیر نظامی را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی تیرباران کردند. و همچنان در اخیر 8 صبح هرات. منابع محلی در ولایت هرات تایید می کند که مولای مجیب الرحمن انصاری در انفجار امروز کشته شده است. این انفجار چاشت امروز جمعه 11 دسامبر در مسجد گذرگاه شهر هرات رخ داده است. مسئولان امنیتی طالبان در هرات کشته شدن انصاری خطیب مسجد گذرگاه هرات را تایید کردند. به گفته منابع این انفجار چندین کشته و زخمی بر جا گذاشته است. تا کنون از ما دقیق تلفات این انفجار اطلاعی در دست نیست. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.